سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. ما الان اومدیم توی سوله، یه جایی که حالا ناکجا آباد، یه دونه ماشین اینجا هست که کشنده خیلی باحال، من تا حالا ندیده بودمش. این رو پاول HM68570 سرچ کنید، البته 6 در 6 هم باید سرچ کنید که بیاره مشخصاتش رو. ماشین آلمانیه و یعنی این کشنده آلمانیه و مصارف خیلی مختلفی داره، حالا هم مصارف نظامی داره، مصارف راهسازی داره، کار مختلف میتونید باش بکنید. توی یه سری از کشورها مثل تراک های دیگه به عنوان لانچر پهپاد هم میتونید ازش استفاده کنید یا موشک. حالا من خیلی دیتای خاصی ازش پیدا نکردم. اصل داستان اون اباحتی که این ماشین داره، این سپر و این دماغه جلوش خیلی بزرگه. واقعا ما از در اومدیم تو اصلا اینو دیدیم گرخیدیم. و اینکه این لاستیک هایی که اینجا میبینید، ابعاد شما ببینید چقدر بزرگه و چقدر هم پهنه. بالای ماشین هم میشه رفت، در بسته است. اما جعفری یه دونه فیلم گرفته اون که رفت بالا که هیچی، چون ترس از ارتفاع داره، ولی من خیلی ترس از ارتفاع ندارم، میخوام برم این قسمتش. ببینید چجوریه، چقدر صافه. اما یه لحظه دوربین رو میدی بذار من اینجا رو بهتون نشون بدم. سلام، اینم این کف این کشنده است که میگم مصارف مختلفی داره. اما اینم بگیر، پشت ماشین رو هم بهتون نشون میدم. یه فضای خیلی صاف و معمولیه. اینجا فکر کنم پلاکش بخوره فکر کنم. و نکته بعدی آرم مرسدس بنزی که میبینید، ماشین آلمانیه و خب بالاخره قطعات مشترک زیاد داره. دیفرانسیل عقب ماشین، این مره ماشین هم ببینیم چیا داره. میخوای بده من اگه تو دیگه سختت میشه اماد. خب این از این، البته خیلی دوستان وایستاده میخوان از این ماشین فیلم بگیرن، اینم با که سوختشه همینطور که میبینی. خیلی دوستان چون میخوان فیلم بگیرن، منم میخوام سریع کارو جمع کنم که نوبت به همه برسه. این دمو تشکیلاتش من واقعیت خیلی از ماشین های سنگین و این کشنده ها اطلاعات آنچنانی ندارم، حتی اصلا نمیدونم اون چی. ولی اگر فکر میکنید یک لحظه بذارید به اماد بگم، اماد میای یه لحظه بذار کمکم کنه من برم این بالا از داخل کابینم بگیم، یه لحظه اینو میگیری. بذار فقط دستت نگیر اینجا. دوستان چراغش هم لطف کردن روشن کردن، اینجا راحت تر میشه رفت تو. و اینکه سلام، ببینم در بسته است. خب میخوای اونو فقط بده من که از توی ماشینم بگیرم برا تو. خب اینم داخل ماشین، چیز خاصی من که میگم اطلاعاتی ندارم. و اینکه چقدر باحاله. آها اینجاش خورده چی؟ خورده اکتورز مال همون مرسدس بنز. و اینجا هم البته لوگوی مرسدس بنز نده. جالب بود اینم آینه هاش، اینم فضایی که میبینید، اینم اماد جعفری. دیگه چی بهتون بگم، یه بارم از این قسمت بهتون نشون بدم کف ماشین. اینم سویچ این ماشین، این ماشینه کلاسیکه، مثلا بنزای دهه 80 دهه 70، خیلی جمع جور. من برم بالا اینم بهتون نشون بدم. دوستان لطف کردن در ماشینم باز کردن. این از این، چه کابین باحالیه و کابینش دقیقا اینه، مرسدس بنز اکتروز. اماد جان مرسی، اماد خیلی زحمت کشید. اینم داخل کابین، چیز خاصی نداره، یعنی انتظار خاصی هم نداره داشته باشید. من یه خورده عجیب غریب انتخاب میکنم، اصلا اینکه باید حتما فلان آپشن داشته باشه گرم کن، ولی داره. صندلیاش پارچه هست، یه تخت خیلی کوچیک داره اینجا همینطور که میبینید، اصلا این نشان اکتورز هم هست. خیلی قطع مشترک داره. این هم سیستم سو
صوتی چیز خاصی نیست، بذارید ما توش بشینم ببینیم. یه دنده اینم یکی دنده هست. خب دوستان عزیز، اینم از کشنده پاول. من از اینجا برم چون دنبال هیجان اینجور داستانم. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خیلی خوشحال میشم کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید، زنگولارم بزنید که ویدیو جدیدی که گذاشتم بهتون نشون بدم. حالا باید این بیایم پایین، بذارید اول سویچو بذارم اینجا. خدا رو شکر ما ترس از ارتفاع نداریم. مرسی، ممنون.